الان دور زمونه یه طوری شده که پول کمتر به کار میاد و بیشتر کارت تو جیب آدم هاست. یعنی پول نقد یه جورایی کارایشو داره از دست میده و این خیلی هم خوبه، چون از یک طرف برای اقتصاد کشور خوبه و از طرف دیگه آدم ها راحت ترن. برای همین کریپتوکارنسی یا رمز ارز رواج پیدا کرده. معروف ترین رمز ارزی که تا به حال سر برآورده بیت کوینه. ولی این بیت کوین چیه؟ پول سکه است؟ چه فرقی داره با پولای دیگه؟ تو وقتی با کارت پول خرج میکنی، یعنی داری از حساب بانکی یا کردیتت برمیداری و این کاری که داری انجام میدی کنترل شده است و همه جا ثبت میشه و دولت ها هم رو اون مسلطن. اما بیت کوین یک پولیه که تو کل دنیا رواج داره و هیچ کسی آقا بالا سرش نیست، یعنی هیچ دولتی روش کنترل نداره. وقتی داری با کارت پول خرج میکنی، این عملیات از مسیر شرکتی که اون کارت رو درست کرده رد میشه، همینطور از بانکت. ولی پرداخت پول با بیت کوین در اصل مثل یک ایمیله. هر بیت کوین یک کد مخصوص داره. وقتی شما دارین با بیت کوین پول میفرستین، در اصل دارین این کد رو میفرستین به طرف. تمام این داده ستد که با بیت کوین انجام میشه، والد یک بلاک چین میشه که یک رکورد عمومیه و همه بهش دسترسی دارن. تو مسیر ارسال بیت کوین، بازرسی‌های دیجیتال مختلف وجود داره که همه باید تایید کنن که این بیت کوین تقلبی نیست و داره به مقصدش میرسه. و برای همین بیت کوین تقلبی وجود نداره. این پروسه بیت کوین توسط تولید کننده های بیت کوین انجام میشه که بهشون میگن بیت کوین ماینرز. بیت کوین ماینر در اصل یک کامپیوتره که شما هم میتونین داشته باشین و وصل بشی به شبکه تولید بیت کوین. کامپیوتری که شما بخواید باهاش بیت کوین تولید کنین، بایستی به شدت کار کنه. اون باید یه کاری بکنه که کدها رو درست بذاره پشت سر هم و کدها فقط شمارن. کامپیوتر برای این کار باید خیلی پرقدرت باشه و وقت زیادی هم در اختیارش باشه. همینطور به برق زیادی هم احتیاج داره. بر فرض فکر کنین ما یک کامپیوتر داریم که داره بیت کوین تولید میکنه. اون تمام کدها رو ردیف میکنه و برای تولید یک دونه بیت کوین کارش رو انجام میده. خب حالا این بیت کوین کجاست؟ هر کسی که داره بیت کوین تولید میکنه یک کیف پول دیجیتال هم داره که بهش میگن دیجیتال والت. وقتی کامپیوترت زورش رو زد و بیت کوین رو تولید کرد، تمام شبکه متوجه میشه که یک بیت کوین اضافه شده و رفته تو کیف پول شما. در اصل میتونی بگی کامپیوتر شما یک بیت کوین به وجود آورده. خیلی حال میده. به نرخ امروز یک بیت کوین بیشتر از 17000 دلاره. چه باحال، کامپیوترم 17000 دلار ساخت. خب چرا همه این کارو نمیکنن؟ راحت یه کامپیوتر بگیریم بشینیم خونه پول قیچی کنیم. ولی این کار به این راحتی ها نیست. این کار خیلی انرژی میخواد و هرچی هم تولید کننده بیت کوین تو دنیا بیشتر بشه، پروسه تولید اون سختتر و سختتر میشه. یعنی به وقت و انرژی بیشتری احتیاج داره. اولا که بیت کوین اومده بود، میتونستی با یک لپتاپ هم بیت کوین بکشی بیرون. بعد معروف شد که با کارت گرافیک بیت کوین در بیاریم. اما الان دیگه اون کارها سود نداره. برای تولید بیت کوین در حال حاضر به ASIC ماینرز احتیاج داری و این برعکس کارت گرافیک فقط برای تولید بیت کوین ساخته شده. ASIC ماینر به شدت برق میخواد. بیت کوین میسازه ولی باید برقشو بهش بدی. و دلیل این که بیت کوین سخت به دست میاد اینه که در بیشتر کشورهای دنیا تولید بیت کوین صرف نمیکنه، چون هر چقدر بیت کوین تولید کنن بیشتر از اون باید پول برق بدن. ولی خیلی جاها تو دنیا هست که دارن این کارو میکنن. اونها به برق ارزون دسترسی دارن. معمولا در کشورهای مختلف در کنار سدها برق ارزون تر ارائه میشه و در اون جاها این کار به صرفه تره. خب حالا از تولیدش بگذریم. خب حالا چرا مردم این همه پول میدن برای یک پول دیجیتال؟ خیلی از آدم ها به بانک ها و دولت ها اعتماد ندارن.
اونها تمام ثروتشون میشه دیجیتال که فقط رمزش هم پیش خودشه، هیچ کسی بهش دسترسی نداره. بارها شده که صاحب این رمزها درگذشته و کدو هیچ کس نداره. بیت کوین واقعا یک پول معتبره، میتونی همه جا خرجش کنی. وقتی با بیت کوین خرج میکنی هیچ کس متوجه نمیشه، فقط اون فروشنده میفهمه که بیت کوین گرفته، ولی اونم نمیدونه از کجا گرفته. این پول دیجیتال با اینکه این همه ارزشمنده و همه قبولش دارن، ولی پشتوانه ای نداره، چون هیچی پشتش نیست. مثلا دلار آمریکا، بانک مرکزی آمریکا با مقدار زیادی طلا پشتشه، ولی بیت کوین هیچی پشتش نی. حتی نمیدونن کی این پول رو ابدا کرده و هنوز هم هیچ قانونی روش نیامده. برای همین سرمایه دارا تمام سرمایه‌شون رو بیت کوین نمی‌کنن. برای اینکه اگر یه روز آمریکا بگه بیت کوین غیرقانونیه، ممکنه 17000 دلاری که الان ارزش داره تبدیل بشه به 100 دلار. اما خیلی ها میگن ظرفیت تولید بیت کوین روز به روز پایین‌تر میاد و آخرین بیت کوین ها حداکثر تا سال 2140 تولید میشه و اون زمان که دیگه نشه بیت کوین تولید کرد، بیت کوین میشه با ارزش ترین پول دنیا. البته این یک پیشبینیه. خیلی از دارندگان بیت کوین باور دارن در اون سالها بیت کوین میشه مثل طلای جدید که در هر جای دنیا ارزش داره و زیادم بالا پایین نمیشه. اما در حال حاضر قیمت‌ها خیلی بالا پایین میشه، اما بیشتر در حال بالا رفتن بوده. مثلا در سال 2018 رسید به بیشتر از 19000 دلار. در هر صورت این یک سیستم پیچیده است. امیدواریم با این ویدیو تونسته باشیم یه مقداری شما رو با بیت کوین آشنا کنیم.